سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. بینده های بسیار گرامی سلام عرض می کنم. نام من نور احمد خالدی است و در این برنامه می خواهم در مورد افزایش قیمت افغانی در برابر تمام اسعار خارجی در کابل و در سراسر افغانستان صحبت کنم و اینه بخواهیم تحلیل کنم که چرا قیمت افغانی بالا رفته یا به عبارت دیگر چرا قیمت دلار در مقابل افغانی پایین افتاده، چرا قیمت کلدار پایین افتاده، همچنان سایر اسعار خارجی قیمتاش در برابر افغانی پایین افتاده، علل از این چیست و ای از چی زمانی شروع شده ای سیر نزولی پایین شدن این پایین شدن نرخ دلار آیا بالای سطح زندگی مردم تاثیر داره نداره، یعنی بالای قیمت های مواد در افغانستان تاثیر میکنه، چه قسم تاثیر میکنه، مثبت تاثیر میکنه، منفی تاثیر میکنه، پایین شدن ارزش دلار یا بالا رفتن ارزش افغانی بالای سرمایه گذارا چی تاثیر میکنه، بالای کسایی که از تبادله نرخ دلار و افغانی امرار معاش میکنن و در اون راه سرمایه گذاری کردن، در او چی تأثیر داره، همچنان بالای صادرات و واردات افغانستان چی تأثیر داره. یک مطلب دیگر هم ایست که افغانای ما زیاد از دور سراسر دنیا به افغانستان با اقارب خویشاوندان اعضای فامیل خود دوستای خود پول روان میکنن، دلار معمولا دلار روان میکنن یا یورو روان میکنن یا دلار استرالیایی یا پوند استرلینگ. با بلند رفتن قیمت افغانی ارزش پولا که به افغانستان میرسه پایین میشه و این خودش سبب نگرانی برای بسیاری از کسا، هم کسایی که پولا را دریافت میکنن هم کسایی که پولا را ارسال میکنن. برای این مسائل است که باید ما ارزیابی کنیم ببینیم چه. بسیاری ها مطرح میکنن که با این وضع اقتصاد خراب افغانستان، با این میزان بزرگ بیکاری، بلند بیکاری، سطح کم عواید، ای چطور امکان داره که پول افغانی به قدر ارزش بالا بره؟ ما در این کوشش میکنیم در این برنامه همین مسائل مورد ارزیابی قرار بدیم. خب در اول سخن یا در اول برنامه میخوایم بگیم که قیمت دلار چگونه سقوط کرده. قیمت دلار در ماه اپریل سال 2021، یعنی 4 ماه قبل از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، در حدود 78 افغانی فی دلار آمریکایی بود. این در زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، یعنی در 15 آگوست سال 2021، قیمت ازی رسید به 88 افغانی در برابر 1 دلار آمریکایی و این همچنان بالا رفت در اول دسامبر 2021 این به حدود 98 افغانی فی دلار آمریکایی صعود کرد. این بلندترین نرخی را که دلار در برابر افغانی از حائز شد این همی قیمت است، یعنی در دسامبر 2021 که در حدود 98 افغانی فی دلار آمریکایی رسیده بود. بعد از این دلار شروع میکنه به سیر نزولی، بخصوص در اول فوریه 2022 ای به 82 افغانی فی دلار میرسه و ای را تا یکی دو ماه دیگه حفظ میکنه، باز بالا میره در سطح 87-88 افغانی فی دلار.
و بعد از این یک مدت بسیار طولانی دلار امریکایی در مقابل افغانی به صورت ثابت باقی میماند، یعنی در حدود 90 افغانی 88 افغانی در می حدود فی دلار ای ثابت میماند تا اول اپریل سال 2023، یعنی اول اپریل همین سال ایسوی، و بعد از این شروع میکنه به نزول، این پایین میشه به حدود 87 افغانی فی دلار و این ادامه پیدا میکنه تا ماه اول آگست، تا اول آگست همین سال این به می حدود میمونه و در اول سپتامبر این سقوط میکنه دفعتن به 75 به 75 افغانی فی دلار میکنه و این با یک ادامه پیدا میکنه به می سطح تا اول ماه اکتبر همین سال و بازی سقوط میکنه به حدی که در اول نوامبر 2023 ای به قیمت 70 افغانی فی دلار تبادله میشه و امی چند روز پیش در تاریخ 15 نوامبر 2023 نرخ دلار در برابر افغانی زیادتر پایین افتاد و ای از 70 پایین شد، حتی تا 66 افغانی هم تبادله شد. خب امی سقوط دلار است که سر و صدا های زیاده را ایجاد کرده، نه تنها دلار بلکه تمام اسعار منطقوی و بین المللی در مقابل افغانی سقوط کرده، افغانی بالا رفت. خب دلایل از چیست؟ چرا دلار به این شکلش سقوط کرد؟ همین ارقام را که من خدمت شما عرض کردم کلش از منبعش سرای شاهزاده است که توسط رسانه های مختلف گزارش شده و ما یار جمع کردیم از رسانه های مختلف، از این ارقام گرفتیم و به این متعدل ساختیم، متعدل شکل و متعدل مال ساختیم که قابل مقایسه باشه. خب مصاحبه های مختلف را انجام دادن یک تعداد خبرنگارا با یک تعداد متصدیان امور، کسایی که در سرای شاهزاده در منیجمنتش در اداره زود دخیل هستند. از جمله علل را که گفته میشه چند علل مشخص شده، یکی که میگن که در ولایات جنوبی افغانستان مثلا خوست و پکتیا و پکتیکا، قندهار، هلمند، همچنان ننگرهار اکثرا کلدار پاکستانی یا روپی پاکستانی تبادل میشد، معامله میشد در بازار، بایست یک سیر قابل قبول برای مردم و دکاندارا بود که از امور استفاده میکرد. یک چند وقت میشه یک دو سه ماه است که حاکمیت طالبا بالای امیر ملک استفاده از روپی پاکستانی را برای خرید و فروش در این مناطق منع کرده در سراسر افغانستان و در اصل از این تقاضا به افغانی بالا رفته و این سبب هم شده که نرخ کلدار پاکستانی بسیار به زمین بفته. حتی دو روز پیش یک دلار امریکایی مدل 320 روپی پاکستانی بود، این از 240 یا 220 پایین افتاد به 320 روپی پاکستانی در مقابل یک دلار. از یک طرف قیمت روپی پاکستانی پایین افتاد در برابر دلار، از یک طرف قیمت افغانی بالا میره در برابر دلار امریکایی. البته این امر برای پاکستان مشکلات زیادی را ایجاد میکنه، برای اینکه پاکستان برای خرید، برای واردات خود، تمویل واردات خود به دلار امریکایی ضرورت داره و این ارزش روپی پاکستانی که پایین میشه طبعا قدرت خرید دولت و مردم پاکستان کم میشه در برابر
دلار آمریکایی کیست ای در موضوع پرداخت تکتانه های قرضه های پاکستانی و همچنین اصل قرضه هایی که پاکستان گرفته از بانک جهانی، بانک IMF و بعضی کشورها مثلا چین و غیره ای تاثیر دارد. و این سر افغانستان که علل دیگیره که گفتن همی بعضی از کسایی که در امر تبادلی دلار و سایر اسعار در سرای 16 سالای طولانی کار میکنن ایست که میگن طالبا در چند ماه اخیر تعرفه گمرکی یا تکس و مالی را بالای صادرات زغال سنگ پایین آورد، در حدود 10-20% پایین آورد که این سبب ازدیاد صادرات زغال سنگ شد که زیادترش به پاکستان میره و این خود به خود سبب ازی شد که ارزش افغانی بالا بره و عاید زیاد نصیب تاجرای افغانی شد. دلیل دیگه هم که ارائه میکنن ایست که میگن در افغانستان بانک به صورت منظم هر هفته یک مقدار هنگفت دلار در حدود 14 میلیون 15 میلیون 16 میلیون دلار هر هفته لیلام میکنه، به صورت آزادانه لیلام میکنه و این خود لیلام کردن از این سبب فشار بالای دلار میشه چون دلار مقدارش به بازار زیاد میشه. خب میفهمین که از لحاظ اقتصادی وقتی که تقاضا با یک امتعه زیاد میشه قیمت بالا میره، اینال تقاضا به افغانی زیاد میشه چون او لیلام میکنه در افغانستان بانک افغانی میخره از مردم، قیمت افغانی بالا میره در مقابل دلار. این هم گفته میشه. من چند وقت قبل یکی از مصاحبه های یکی از اقتصاددان های افغانستان رو شنیدم که در این مورد صحبت میکرد و او میخواست ایره بگوید که قیمت دلار پایین شده اما فایده از این چیست وقتی قیمت ها، قیمت مواد، قیمت مواد غذایی، قیمت اجناس همتر در بازار اگر پایین آمده نه یا خواهیچ این فایده نداره. و همی بسیاری کسایی که در صدای 16 هم رفتن مصاحبه ها را انجام دادن از همی شکایت داشتن، بسیاری از خبرنگار ها به همی تشویش داشتن که آیا قیمت ها بالا قیمت ها تاثیر کرده یا نی. بعضی ها از همین مندوی یا بس سوال ها بسیار سوال کرده بودن و این تصور برشان پیدا شده بود که قیمت ها بالا داری قیمت ها تاثیر زیاد نکرده. این البته همین تصور عامیانه از موضوع است. خوشبختانه ما ارقام در این مورد بسیار دقیق وجود داره. اداره مرکزی که سابق احصائیه میگفتیم در افغانستان حال به نام از اداره ملی احصائیه و معلومات در افغانستان چندین نشریه چاپ میکنه. این نشریه ها شامل ماهوار، هم ماهوار است هم ربوار است هم سالانه است. نشریه های ماهوار ازی مربوط به شاخص قیمت هاست، یعنی بالا رفتن و پایین رفتن قیمت ها را در مورد قیمت های مواد غذایی و قیمت های سایر مواد یعنی غیر غذایی را ای مثلا جداگانه بر قلموار جمع میکنه و بازی را اندکس میسازه، یک شاخص میسازه ای را که در جهان به نام CPI معروف است یا Consumer Price Index. ای CPI نشر میکنه، هر ماه نشر میکنه، از ده ها سال به طرف است که نشر میکنه. ما به می ارقام از وبسایت اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان دمی دو روز گذشتم دانلود کردم، جمع کردیم امی راپورا را و این راپورا را من کوشش کردم که متحدل شکل بسازم در یک گراف که امی شکل برای ما نشان بده که تصویر قیمت ها در برابر بالا رفتن و پایین رفتن دلار نشان بده برام. این قسمی که من به نتیجه رسیدم است که بالای پایین شدن دلار خوشبختانه بالای قیمت ها هم تاثیر کرده و شاخص قیمت ها
یا CPI پایان آمده، بخصوص شاخص قیمت ها بعد از اینکه طالب ها به قدرت رسیدن. ای در آگست سال 2021 ایش از او به زمان شروع به بالا رفتن کرد، از ای تا و تاریخ سپتامبر سال 2022 به اوج خود رسید، یعنی از 141.7 از شاخص 147.1 که همین شاخص مواد غذایی است، شاخص مواد غذایی است، شاخص قیمت مواد غذایی است، ای از 141 به 171 بالا رفت و بعد از این ثابت موند و بالاخره ای از ماه مارچ 2023 یعنی امسال به این طرف شروع کرده به نزول و به پایین شده به حدود 158 155. که این همچنان مواد غیر غذایی هم شاخصش نزول کرده بعد از اینکه به اوج خود رسید در سپتامبر 2022 بازی سقوط کرده و این فعلا رسیده به شاخص عمومی. شاخص عمومی یعنی شامل مواد غذایی و غیر غذایی از 130 که در قبل از طالبا بود ای رفته بود به 100 در حدود 150 ای نزول کرده فعلا رسیده به حدود 141 پایین آمده. یعنی میخوام این عرض کنم که ای فشار بالای دلار آمریکایی و سایر اسعار بالا رفتن قیمت افغانی سبب پایین شدن قیمت ها هم در بازار شده، چون یک مطلب رکی که زمی کسا در سرای شاهزاده یاد کرد جالب بود، که گفت که در گذشته می مردم در مندوی ها می رفتی در بازار یک چیز می خریدی می یا بوره یک چیز امیر بانه می کردن که قیمت دلار بسیار بالاست بر ما قیمت تمام می شه، می گه حالا این بانه ندارن، این بانه خراب شد خلاص شده، از این خاطر می خودشون یک تاثیر روحی هم داره. خب و با این پایین آمدن اتفاقا خود انفلاسیون در افغانستان پایین آمده، انفلاسیون میزان انفلاسیون بسیار به صورت عالی پایین آمده. انفلاسیون یعنی تورم قیمت ها، در زبان دری او رو به نام تورم قیمت ها یاد میکنن. میزان انفلاسیون در اول اپریل سال 2021 صفر بود. خب امیر ما باید توضیح کنم که انفلاسیون چی است. یکی خب ما شاخص قیمت داریم، شاخص قیمت ها را گفتیم که در قبل از به قدرت رسیدن طالبا این در حدود 130.8 بود، این شاخص قیمت هاست. اما این شاخص تغییر میکنه با گذشت زمان، با در این طول 2000 سال گذشته وقتی که تغییر میکنه این میزان بالا رفتن یا پایین رفتن این انفلاسیون میگن. خود بالایی قیمت انفلاسیون نیست. خدا کنه 500 افغانی یک دانه سیب باشه، ماه دیگه مگه 500 بود یا این انفلاسیون نیست. اما اگه 500 شد 600، این تفاوتی که از 500 به 600 میشه این انفلاسیون میگن. ریت زیر حساب به حساب میکنن، یعنی میزان تغییر قیمت ها از یک دوره حساب دیگه به دوره دیگه حساب دیگه به نام انفلاسیون یاد میشه. به حساب اگرچه قیمت ها بالا بود در زمان قبل از بخ قدرت رسیدن طالبا، یعنی از صد اگر صد می بود ما می گفتیم که شاخص بالا نرفته، شاخص قیمت ها، اما این رسیده بود به 130 در زمانی که طالبا به قدرت رسیدن. اما
ای امی حرکت سعودی قیمت ها میزان نرخ خلکی تغییر میکنه هفته ما به ما اینه میره بنام انفلاسیون یاد میکنن. به طور مثال فعلا در امریکا انفلاسیون 8% است، در اروپا 12%، 10%، در آلمان، در انگلستان، در فرانسه دیگه جای در روز 10-8-9 به این موجود است. در افغانستان وقتی که طالبا به قدرت رسیده در 15 آگست 2021 این انفلاسیون از که قبل از طالبا در حدود در ماه اپریل 0 بود یک دفعه خیزد در کابل زیادتر بالا شد، اول به حدود 5.2 بالا شد، یعنی 5.2% بگویم بالا شد انفلاسیون، ولی در دیگه مناطق افغانستان در اگر در مجموع در نظر بگیریم این کمتر بود از کابل کرده در روز 4.8-4.7. اما این به تدریج این بالا به سرعت در بعد از به قدرت رسیدن طالبا این انفلاسیون شدیدتر شده میره و خیمتر شده میره و این به تا حدی میرسه که در ماه اول جولای 2022 در کابل انفلاسیون در حدود 15.3% و در کل افغانستان در حدود 18% انفلاسیون بالا میره. و خوشبختانه باید از او ای پایین میایه، به تدریج پایین میایه، که طوری که در ماه نوامبر 2022 ای به سطح 9% پایین میشه از و تفاوت بین کابل و تمام افغانستان هم کم میشه، ای در حدود 9.7-9.8 پایین میفته فیصد، یعنی 9.7-9.8% انفلاسیون پایین میفته. ولی بعد از اون این همی سیر نزولی انفلاسیون در افغانستان که این سیر نزولی سرعت تغییر قیمت ها ادامه پیدا میکنه تا حدی که در ماه اول اپریل سال امسال 2023 این صفر میشه و بعد از این منفی میشه و امروز این در حدود -6 رسیده انفلاسیون در افغانستان که یعنی خب به ظاهر یعنی پایین شدن انفلاسیون یک امر خوب است، اما منفی شدن از او که امر نادرست است، امر است که بر اقتصاد ملی مملکت ضرر وارد میکنه، چون وقتی قیمت ها از انفلاسیون یا رشد بالا سعودی قیمت ها از صفر پایین میشه دیگه بالای تولید تاثیر میکنه، رجحان تولید کم میکنه، مردم علاقه نمیداشته باشن که تولید کنن وقتی که قیمت ها پایین شده میره. به این خاطر این رکود اقتصادی را امکان داره بار بره، پایین شدن قیمت های پایین شدن انفلاسیون پایین زیر 6، یعنی این باید مقامات اقتصادی در افغانستان تا که میتونن کوشش کنن که پس انفلاسیون در حدود قابل قبول و ازو در یعنی در حدود که 2%، 1%، 2%، 3% این بسیار بر اقتصاد مفید است، معلت تشویق میشه 1% 2% این در تمام کشورهای پیشرفته دنیا دمی حدود است، اگر در بحران نباشند دمی حدود میباشه انفلاسیون. بنابراین میبینیم که پایین شدن قیمت دلار بالای انفلاسیون هم تاثیر کرده، بالای پایین شدن سیر نزولی قیمت ها هم تاثیر کرده. خب الان با بیان این مسائل باید وضع کلی اقتصادی افغانستان هم کمه که روشنی پذیریم که افغانستان در سال 1401 هجری شمسی در چه حالت قرار داشت.
ما در سال 1000 این ارقام از اداره ملی احصایی هم معلومات ما گرفتیم از سالنامه احصایی سال 1401 برابر میشه به 2022-2023 ما این چیز یادداشت کردیم. چیز قسمی که ارقام رسمی دولت نشان میده، نفوس افغانستان در سال 1401 به 34.3 میلیون نفر رسید که از جمله 16.8 میلیون آن را زنان و 17.5 میلیون را مردان تشکیل میده. همچنان 8.6 میلیون نفر در شهرها زندگی میکنه و 24.2 میلیون در دهات زندگی میکنه. 1.5 میلیون هم نفوس کوچی افغانستان تشکیل. خب در این سال یک تعداد زیاد مهاجرین به افغانستان عودت کردند که تعدادشان به 16,000 فامیل بود که از اون جمله تعداد 108,730 نفر می رسید و از کشورهای همسایه یا آمدند. و یک تعداد هم مردمی که در بعد از با قدرت رسیدن طالبا از خانه های خود بیجا شده بودن، از یک ولایت به دیگر ولایت بیجا شده بودن و تعداد زیاد دو 34-35,000 نفر بود یا هم جای به جا شدن دوباره به مراکز اصلی خود وطنهای اصلی خود برگشتن. در سال 1401 یعنی مثال جاری هجری شمسی تولید ناخالص داخلی افغانستان یعنی گروس دامستیک پرودکت یا جی دی پی افغانستان به اندازه 1,283 میلیارد افغانی رسید که این معادل میشه به ارزش 15.5 میلیارد دلار میباشه. این اگر ما به نرخ 83 دلار 83 افغانی فی دلار حساب کنیم که متوسط نرخ متوسط سال 2022 و 2023 یا 14.1 می باشه. اما اگر ما عواید که به این حساب عاید سرانه یا عاید فی نفر در حدود 450 دلار حساب شده میتونه، اما اگر ما عواید از مدرک تولید و قاچاق تریاک که یک مبلغ هنگفت است در اینجا اضافه کنیم، این مقدار یعنی تولید ناخالص داخلی افغانستان به 16.9 میلیارد دلار بالا میره که عاید سرانه فی نفر در اینجا 492 دلار یعنی نزدیک به 500 دلار سال بالا میره. با وجودی که در سطح مقیاس جهانی ای بسیار زیاد نیست، اما در سطح افغانستان ای تأثیر بزرگ داره بالای میسنجش های اقتصادی که ما چگونه عواید ملی کشور حساب کنیم در یک سال. و این نشان میده در سطح جهانی افغانستان در جمله فکر میکنم 5-6 مملکت بسیار فقیر دنیا قرار مثل سودان، مثل ساوت سودان، مثل یمن، مثل رواندا و این کشورها. در این تولید ناخالص داخلی افغانستان سهم زراعت، صنایع و مختلف قسمی است که زراعت 33.7% در امی عاید ملی بگویم در تولید ناخالص داخلی سهم داره، یعنی 34% عواید تولید ناخالص داخلی افغانستان از زراعت حاصل میشه و 16.1% از صنایع و در سکتور خدماتی یعنی صنایع وقتی میگیم صنایع معدن و تمام سکتورهای وابسته و سکتور خدماتی بخش عمده داره که او 45% مجموع تولید ناخالص داخلی افغانستان از اونجا تولید میشه. در زراعت در سال 1401 ارقام نشان میده که تولید گندم 3.8 میلیون تن بوده و نسبت به سال گذشته
5.4% کم شدن و دلیلش هم میگن که ناشی از کاهش ساحه یعنی زمین است، به واسه که گندم بکارن دیگه چیز کاشتن و بعدا واضح میسازن که چی کاشتن. و همچنون خوشسالی رو هم باید در نظر بگیریم و ساحه تحت زرع غلجات و حبوبات در سال 1401 به اندازه 2.3 میلیون هکتار زمین رسیده بود که نظر به سال گذشته 7% کم شده. خب یکی از دلایل که در زراعت زمین ها به عوض گندم دیگه چیز کاشتن بعد بخصوص بعد از اینکه طالبا به قدرت رسیدن ایسته که کشت خشخاش یا تریاک یعنی که از تریاک حاصل میشه در حدود 29% سهم زراعت 29% 30% از این از سهم خشخاش، یعنی تولید ناخالص داخلی از مدرک خشخاش کشت خشخاش که از او تریاک تولید میشه 29% است. یعنی زارین افغانستان 29% عوایدشان از مدرک تریاک حاصل میشه و این نشان میده که در بعد از به قدرت رسیدن طالبا اما تولید خود خشخاش نظر به قبل از زمان طالبا پایین افتاده در حدود 10%، اما باز هم در مجموع ای سهم بسیار بزرگی در عواید ملی افغانستان داره. به این شکل که طالبا میگن ما منع کردیم تولید خشخاش و تریاک، این فقط به نظر من بسیار بشعار میمونه چون این مدرک بسیار بزرگ عایداتی برای ملت افغانستان است، مدرک بزرگ عایداتی برای زارین است، برای خود مقامات طالب است. کوکنار کاشته شوه، کوکنار البته کلمه درستش کوکنار است که از کوکنار خشخاش حاصل میشه دیگه. تریاک تولید شوه، قیمت فی کیلوگرم دیگه تریاک در 2021 این در حدود 80-90 دلار بود. ای بعد از به قدرت رسیدن طالبا ای به 150 دلار در فی کیلوگرم رسید و امروز قیمت با وجود از این که بعد از این طالبا شروع کردن به بعضی شعار دادن ها و بعضی اقدامات ای پس پایین شد، اما هیچ وقت از قیمت 120 دلار فی کیلوگرم پایین نامد. بالاخره این پس بالا رفت به قیمت که هرگز در تاریخ افغانستان به قیمت فروخته نمیشد، به قیمت 200 دلار فی کیلوگرم تریاکی که از کشت خشخاش حاصل میشه. به این حساب میبینیم عاید حاصله از مدرک تریاک در حدود 1.4 میلیارد دلار در سال 1401 بوده، یعنی در سال گذشته تولید عاید افغانستان، عاید ملی افغانستان از درک تریاک 1.4 میلیارد دلار بوده. این ارقام که من خدمت شما عرض کردم آخرین ارقام است که از طرف دفتر United Nations Office on Drugs and Crime نشر شده در یک نشریه به نام UNDC Research Brief November 2022، یعنی دفتر اداره بررسی ادویه و جرائم ملل متحد از طرف این رسما نشر شده. چون یا در افغانستان نمایندگی داشتن بسیار با دقت زمین های زراعتی افغانستان در وقت جمهوریت یا اندازه گیری میکنن، حساب میکنن که در مساحتش، حتی از طریق اخبار مصنوعی نیز امیال ای کار میکنن
تمام زمینای زراعتی افغانستان یا از طریق اخمار مصنوعی فیلم برداری میکنن، عکس برداری میکنن و تعیین میکنن که چقدر زمین زیر کشت کوکنار رفته. به این خاطر این ارقام باید ما اعتبار کنیم. خب اگر خلاصه کنیم که پایین آمدن نرخ دلار چی فواید داره برای افغانستان و چی نواقص داره، و همچنان اگر خلاصه کنیم که چی عوامل سبب شد که پایین بیاید و اقدامات طالبان در این قسمت چی بوده، میتونیم عرض کنیم که اول من مفاد چه میگم که مفاد پایین آمدن دلار چی است برای افغانستان. اول خب میدانیم که افغانستان یک کشور وارداتی است، یک کشور مصرفی است. به این خاطر و این واردات افغانستان همش با استفاده از دلار امریکایی صورت میگیره، عمدتاً از با استفاده از دلار امریکایی صورت میگیره. ما آرد وارد میکنیم، گندم وارد میکنیم، چای وارد میکنیم، روغن نباتی وارد میکنیم، بوره وارد میکنیم، پترول و روغنیات وارد میکنیم، سمنت وارد میکنیم. ای اقلام است که همروزه مردم ما استفاده میکنن. به این خاطر پایین شدن قیمت دلار ای برای تاجران وارداتی ما اجازه میده که یا قدرت خریدشان بیشتر شود، بیشتر با پول به اصطلاح با پول قبلی مقدار بیشتر وارد کنند، و وقتی که مقدار بیشتر وارد میکنن و ارزش از یام باقی پایین شده، بنابراین این قیمت هم در افغانستان پایین تر میباشه، یا ضرور نیستن که قیمت ها رو بالا کنن که از اون مفاد حاصل کنن. دومی که همچنان افغانستان تمام تجهیزات، وسایط، ماشینالات، وسایط ترانسپورت و همه از این قبیل اقلام وارد میکنه، بنابراین پایین شدن قیمت دلار سبب میشه که تمام این واردات این اقلام ارزان تمام شده برای مردم افغانستان. از طرف دیگه مثلا قیمت تکت های شرکت های هوایی برای مردم افغانستان ارزان میشه. کسی که خارج میرن میتونن با افغانی خود دلار زیادتر بخرن و این هم وقتی خارج میرن با قدرت خریدشون بیشتر میشه، یعنی پول بیشتر در جیب خودشون میمونه. اما در این زمان ببینیم که نواقص پایین شدن دلار چیست. اول تمام اقلام صادراتی افغانستان قیمت میشه برای خریدارای خارجی، از این خاطر یک نقص داره. دوم قبلا نمارس کردم پول را که افغانای خارج از کشور، افغانای در دیاسپورا با فامیلای خود، برای دوستای خود، خویشاوندان خود روان میکنن در افغانستان، یا ارزش کم میشه، قدرت وقتی تبدیل میشه به افغانی مقدار کمتر پول برای کسایی که انتظاری پول دارن میرسه. از این خاطر ای به نقص مردم تمام میشه. ای پول کمی هم نیست، بسیار زیاد پول افغانی، پول افغانهای ما از خارج به فامیلا و دوستا و اقارب خود ارسال میکنه. دوم ارزش تولید قاچاق کوکناریا چون به دلار فروخته میشه، همی تریاک تولیدی در داخل افغانستان، و ایره ما گفتیم که در سال گذشته در میتول 2022-2023 ای به اندازه 1.3 میلیارد دلار آید داشته. ایره وقتی که به افغانی مبادل میشه این مقدارش کم میشه، بنابراین ما برمی تاجر ما که در این رشته فعال است و همچنان برای مخصوصا فامیلای زارعین ما که 30% زراعت افغانستان به می کشت کوکنار که در تولید تریاب میشه مجلسا آواید از یک کم میشه.
همچنان فراموش نکنیم که صرافای ما و سرمایه گذارای ما که با همین پولای دلاری بزنس میکنن، تجارت میکنن یا ضرر میکنن، با پایین آمدن قیمت دلار زرنگای هنگفت میکنن. خب در جمله اقداماتی که صورت گرفته که سبب پایین شدن قیمت دلار شده، چند مطلب دیگر هم میتونیم اضافه کنیم. اول که قبلا گفتیم که مقامات طالبان و مقامات بانک افغانستان بانک هر هفته یا هر ماه به مقدار هنگفت دلار لیلام میکنن. این خودش سبب ارزی بیشتر دلار در بازار میشه و ارزش افغانی رو بالا میبره، قیمت دلار پایین میشه. همچنان طالبان در اواخر مقدار پول را که مسافرین افغان به خارج با خود میبرن کم کردن و این مردم کمتر اجازه دارن پول با خود خارج کنن از افغانستان. این سبب شده که مقدار که دلاری که از افغانستان خارج میشه کم شده، مزید شده. همچنان مقدار دلاری که قاچاق میشه از افغانستان مخصوصا به پاکستان و ایران اینجا این کم شده. وی خودش سبب ازی میشه که دلار را در افغانستان بانه. وقتی که دلار را در افغانستان میبانه مقدار دلار زیاد میباشه و این فروخته نمیشه و این سبب تنزیل قیمت دلار میشه. و خب در قسمت موضوع مهم دیگه هم ایسته که طالبان پروژه های بسیار بزرگ روی کار گرفتن. این پروژه هایی در زمان جمهوریت تعداب یا گذاشته شده بود اما یا تطبیق نشده بود یا در راحت عاطل قرار داشت، یا شروع کردن از جمله راه‌سازی مثلا سرک کابل جلال آباد، سرک کابل قندهار، سرک چهارای سالنگ، یا زیر ترمیم هستن، اصل قیل میشن، اصل کنکریت مثلا چهارای سالنگ در قسمت های بالایی که تونل یاستن همه کنکریت میشه و این بسیار زیاد نفره و کار انداخته. همچنان در مربوطات شاروالی کابل و دیگه شاروالی ها سرک های زیادی زیر ساختمان است، مردم زیادی به کار افتاده. همچنان ما پروژه های سرکسازی در تمام افغانستان از توسط در این زمان جریان داره، از جمله یک سرک است در واخان به طرف سرحد چین امتداد داره که این سرش کار میکنن. سرک های ولسوالی ها زیر کار است و در همچنان در بعض شاروالی های دیگه ولایت ها هم اقدامات سرکسازی و قیلیزی و یا ادامه داره که این سبب از این میشه که مردم زیاد به کار پیدا کنن، عاید پیدا کنن، دسترسی به بازار بیشتر میشه، این به نفع اقتصاد افغانستان تمام شده. و مهمتری که طالبا پروژی بسیار بزرگ کانال خوشتیپره روی دست گرفتن و یک صد چند کیلومتر زیر وقت ساختن و این امیدواری های بسیار زیادی را بین جامعه در افغانستان ایجاد کرده. از یک طرف کارش با اشتغال برای هزاران نفر مایثر ساخته، همچنان شرکت های بزرگ ساختمانی افغانستان در این مصروف شدن با هزاران هزار وسیله و نقلیه و اکسکواتر و غیره مصروف کندن هستن و سرکسازی هستن و ای همچنان امیدواری زیادی را برای مردم در قسمت ای که صاحب زمین میشن در آینده در کانال ساحه سبز کانال خوشتیپه و با روز و روزگاری میرسن. این خودش سبب از این میشه که ما امید یک مشوق خوب در فعالیت های اقتصادی مملکت بوده میتونه و سبب تشویق فعالیت اقتصادی شده. همچنان ما میبینیم که بعضی پروژه هایی که قبلا زیر کار بود حال شروع به بهره برداری که مثلا خط ترانزیتی که از کاشغر تا به حیرتان بود و خط ترن و یا از طرف چینایی ها فعال شده و ما وصل شدیم با چین از طریق حیرتان و کاشغر. و یک موضوع بسیار مهم دیگه ایست که طالبا با چینایی ها برزش چند میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار یا پروژه تفاوسات و تولید نفت و گاز در شمال افغانستان امضا کردن که خود یک مشوق بزرگ در امر فعالیت های اقتصادی در افغانستان است و امید برای بهبود شرایط اقتصادی در افغانستان برای آینده فراهم کرده.
در این زمان طالبا با از وقتی که مشکلات ترانزیتی با پاکستان خلق شده و پاکستان در این آخر بسیار موانع زیاد در مورد ترانزیت مواد به افغانستان ایجاد کردن، بسیار اقلام وارداتی افغانستان ممنوع کردن که از طریق خاک پاکستان به افغانستان وارد نشه. بعد از این ملابراده رفت با ایران و بنده از بندر چابهار دیدن کرد و چندین قرارداد با ایرانی ها امضا کردن. این خود به خود امیدواری اضافه کرده که ما بتانیم از بنادر مختلف دیگر به عوض بنادر پاکستانی استفاده کنیم برای واردات در افغانستان. و در این زمان خط آهن خواف به هرات افتتاح شد و این بسیار سبب بهبود ترانزیت بین افغانستان و ایران میشه. در این زمان چندین پروژه پروسس میوه‌جات در افغانستان مانند بانجان رومی از رب میسازن و همچنان دیگه میوه‌جات کنسرو میکنن و قطعی بندی میکنن. ای در افغانستان و جوس میسازن از بسیاری میوه‌جات. ای در افغانستان در ولایات مختلف افتتاح شده. ای خودش از یک طرف تولید بالا میبره، از یک طرف هم به کمک میکنه به کمبود بیکاری و کمک میکنه به افزایش عاید در افغانستان. تمام اقدامات سبب از این شده که افغانستان از امیدواری ها برای یک اقتصاد بهتر در آنجا بیشتر شد. البته فراموش نکنیم که طالبا در این زمانی که با حاکمیت خود یک حاکمیت انحصاری ایجاد کردن که بسیاری مردم افغانستان از سهمگیری در دولت و در حتی اداره ملکی دولت ما اگر بحث سیاسیش یک طرف بانیم محروم شدن و تا جایی که من خبر دارم تا درجه مدیر هم یا به ملا دادن و برای کسایی که در امرایشان نزدیک هستند این بستار تقسیم کردن. از یک طرف، از طرف دیگر نیمی جامعه مرا که زنها باشد دخترها باشد از حق کار تحصیل از حق فعالیت‌های اجتماعی محروم ساختند و تمام مردم افغانستان از حقوق سیاسی و مدنی مجازشان که در تحت قانون اساسی جمهوریت بود محروم ساختند. که این ما سبب میشه که نزد مردم افغانستان مشروعیت این حاکمیت طالبان را زیر سوال ببره و تا زمانی که طالبان نتونن مردم افغانستان سهم بسازن در اداره امور خود، در اداره دولت افغانستان، یا مشروعیت سیاسی داخلی کسب کرده نمیتونن. به می خاطر جامعه جهانی هم تا حال طالبان را به رسمیت نشناخت. بنابراین دوست عزیز بیندای بسار عزیز، با این تحلیل ها من میخواستم اینه بگویم که عوامل مختلف سبب از این شده که در افغانستان با وجود که بیکاریست، با وجود که روزگار خوب نیست، در فقر بیداد میکنه، اما باز هم مدارک مختلفی، راه های مختلفی وجود داره که آید این مملکت تراکم میکنه، جمع میشه و ای در بازار منعکس میشه، در قیمت ها منعکس میشه، در قیمت افغانی منعکس میشه، در مقابل اسعار دیگه. و امی معمایی را که چرا قیمت افغانی بالا رفته در مقابل اسعار خارجی، یا معمایی را که چرا دلار در مقابل افغانی پایین افتاده، اینه بینی توضیح میکنه. ما میفهمیم که چرا دلار امریکایی تقلیل کرده. یکی از مصاحبه‌های بعضی از استادای اقتصاد شنیدم در بعضی رسانه ها که میگفتن که به ارتباط دلار از خاطر پایین شده که فشار در سطح جهانی بالای دلار در از طرف کشورهای بریکس است یا از طرف ازی که دی دلاریزیشن پروسس دوام داره ادامه داره. اما نخیر، این اگر دوام داشته باشه باید در پاکستان هم دلار پایین شود، برای پاکستان نفوسش 230 میلیون نفر است و مقدار دلاری که اونجا پایین بالا میشه به مراتب بیشتر از افغانستان است. نه اینجا این نمیتونه شده که یک بمب دو هم باشه. در
او مسائل جهانی تا ما نباید در تحلیل ای که وضع اقتصادی افغانستان چه قسم است، قیمت ها چرا چی تغییر کرده، قیمت نرخ دلار چی تغییر کرده وارد داخل بسازیم. و تاثیر در افغانستان نداره، اقتصاد افغانستان کوچکتر از اوست که تغییرات نوسانهای دولت در نرخ جهانی بالای از این تاثیر کرده. چون در افغانستان فعلا دلار به صورت پرایم چیز است، دلار امریکایی همو سیر اسویس ریزرف است، یوان چانی هنوز معرفی نشده، سیار مقدارش کم است، تبادلات همش با دلار، یعنی تبادلات تجارت خارجی افغانستان همش با دلار صورت میگیره، دلار امریکایی صورت میگیره، یک مقدار کمش البته با کلدار پاکستانی و کلدار هندی و یا ریال ایرانی صورت میگیره، اما زیادتر در او هم می دلار دخیل است، چون این کشورهای همسایه به دلاری که در افغانستان تو بالا میشه ضرورت دارن. به این خاطر ای باز هم دلار از این خاطر اینجا اهمیت به سزای در منطقه این بخص دلاری که در افغانستان است داره. امیدوار هستم توضیحاتی که داده شد در موضوع کمی روشنی انداخته باشه. اگر کام سوال باشه، اگر کام سوال داشته باشه لطفا در امی کامنت ها نوشته کنین، من اگر قادر شوم یا بتانم براتون جواب میدم. تشکر. لطفاً به چینل ما مشترک شوید.